سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك يا فارس الحجاز أدركني يا بقية الله أدركني يا أبا صالح المهدي أدركني ولا تهلكني يا أيها العزيز يا عزيز الزهراء يا أيها العزيز يا عزيز الزينب مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وإنك خير المتصدقين يا أبا نور يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا شام جمعه سر جای عالمید زمزمه کنید دعای سلامتی مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دلتنگی غروب همه جمعه های من کی میرسد به صحن حضورت صدای من. دیگر دلم برای شما پر نمی زند، برگرد و بال تازه بیاور برای من یا ابن الحسن آقا جان. غیر از ضرر خودم میگم، غیر از ضرر برای تو چیزی نداشتم، حتی نیامدست به کارت دعای من. اشکت اگر به نامه اعمال من نبود، بخشش نبود شامل یا ربنا ای من. حقیقت همینه، مردم اگه دعای امام زمان نباشد برای ما و اعمالی که از ما سر میزند، سنگ روی سنگ بند نمیشد در عالم. رؤوف آقا، مهربان آقا، ابن الحسن، بذار یه جمله شو بگم. در تمنای وصال حضرت بود، خیلی تلاش میکرد، مراقبات داشت، ملاحظات داشت، از کار داشت، ختوم داشت، علاوه بر همه اینها سالها سفر میکرد به مکه و مدینه، میرفت کوچه بنی هاشم، آنچه از آثار باقی مانده بود قدم میزد، توسل به مقام بقیت اللهی صلوات الله علیه پیدا میکرد، فقط به این جهت که محضر حضرت برسد. یکی از این سفرها ناامید شد، قدم میزد، به خودش گفت نکنه محبت یه طرف است، آقا که نسلن اعتنایی به من ندارد، اینقدر ناله میزنم ببینمش نمیشود. با همین حرفا داشت گریه میکرد، یه وقت دید یه آقایی از پشت سر صداش زد فلانی، برگشت نگاه کرد، ماه تمام، تجلی حسن کامل. بله آقا، فرمود یادت نوجوان بودی خواستی با رفقات بری فلان جا؟ گفتم بله آقا.
یه دفعه نرفتی، گفتم بلا آقا، فرمود من نذاشتم بری به اون مجلس فسق و فجور. یادت کجا چه شد ما مقابله کردیم، یادت در خطر بودیم من نذاشتم، یکی یکی شمارد حضرتش، گفتم آره آقا، فرمود چرا میگی محبت یه طرف از ما شما رو دوست میدار. خیلی گیرم رحمت و توفت و نعمت حضرتش، برای ما از سر جهالت محسوس نیست، اما یقیناً حضرت عنایت دارد. یبن الحسن یک روز محض خاطر این چند قطره اش وا می شود به خیمه سبز تو پای من. آخه باید تو ارتباط سنخیتی باشه تا به خودم نگاه میکنم هیچ خبری نیست از استعداد رؤیت شما، اما به تو نگاه میکنم کرم روی کرم آقا جان، از اون طرف عنایت تمام، از یه عرف دارم یه سنخیت دارم اونم لطف شماست بقیت الله. گریه کنه از آی حسینت از مشکی بوش روزای ابی عبدالله، هر جا مجلس روزه بوده دویدم، اصلا الان این ایام دلم همون پر میکشه بیان کربلا. گریه کن باش با تو آقا جان، با تو هوای ماه عذاب چیز دیگری است، ای بانی محرم صاحب عزای من، امشب میان سینه زدن ها و عشق ها مهری بزن، از زبون میلیون ها نفر میگم آقا مهری بزن به نام کربلای من. تو نظر کنیم تمام موانع سرنگون میشن آقا، همه کربلایی میشن آجان، هرچند دلی در گروه یار نداری، حاجت که به جز وصل تو دلدار نداریم، از غفلت و جهل است گرفتار گناهیم، ورنه به خدا نیت آزار نداریم، بمیریم با یرف جا داره، ورنه به خدا نیت آزار نداریم. پرده از جلو چشمش کنار رفت، تو حرم امام رضا کنار زریم، دید حضرت بدن مجروح اثر تیر سال شد، گفت یبن رسول الله آنچه در مقاتل است بدن شما تیری ثابت نکرده. فرمود میدانم. پرسید آقا این تیرا چیست؟ نستجیر و بالله ببخش. فرمود اینها معصیت هایی است که از محبین و شیعیان رخ میدهد، بعضی از نگاه ها تو حرم اثرش بر بدن ما اینطور، ببخش آقا جانم، از غفلت و جهل است گرفتار گناهیم، ورنه به خدا نیت آزار نداریم، قهریم ز سجاده و از کار و نوافل، چندی سحر دیده بیدار نداریم، احساس نیازی به ظهور تو نکردیم. یبن الحسن این است که بر وصل تو اصرار نداریم، بردیم به کوی دگران دست طلب را، گویی که ولی نعمتی انگار نداریم، خدا نخواد این طور باشیم ما،
یک گوشه نشستیم که تشریف بیاریم، جز صاحب خانه به کسی کار نداریم، جز عشق به آوارگی یوسف زینب، کالای دگر رونق بازار نداریم. همش در خواب حرف زدم، بذار یکم در رجا بگم. صاحب معال رحمت الله علیه خواب دید، مقام ابی عبدالله روحی لالفدارم، بدن حضرتش مجروح، چه بدنی چه هیبتی، چه کبریایی، چه عظمتی، چه جلالتی. پرسید آقا این بدن مجروح شما چه کنم؟ فرمود مجلس روزه بگیرید، بر مصائب من گریه کنید، اشک چشم شما مرهم زخمای من است. از خواب بیدار شد، مجلس روزه گرفت، ده شب اقامه عزای ابی عبدالله کرد، شیعیان مثل شما نشستن گریه کردن در مصائب. دوباره مشرف شد در عالم رویا محضر حضرتش، حضرت التیام پیدا کرده بود زخمای بدن مبارکش، خوشحال شد. اثر وضعیه تجسم اعمال اینطور است، خوشحال شد. نگاه کردید دوتا زخم منو باقی بود، نمیگم برات این دوتا زخم کجا بود، بذار یکم آماده تر بشیم. آقا جان زود است، زود است که از سمت حرم ناله بیاید، هرچی هم به من نگاه نکنی یا صاحب الزمان، بلدم یه حرف بزنم نگاه خاص کن، بلدم یه اسم بیارم آقا نگاه رحمت کنیم. زود است که از سمت حرم ناله بیاید، برگرد حسین قافل سالار نداریم، نزدیک خیام آمد دشمن به یقینم، فهمید دگر میر و علم دار نداریم. گفر جا روزم و جانم عباس باشد میام، مؤدب محضر امام زمان فرض کن خودت را، یا بقیت الله اسمم و جانتون عباس رو میارم، نظر رحمت هم به ما هم به همه محبین هر گوشه عالم که هستن بفرما. گفت آقای دوتا زخم چیه به فیکر مطهر شما؟ یه زخم به سینه مبارک، یه زخم به کمر مبارک. فرمودی دوتا زخم تا قیامت التیام پیدا نمی کنن. زخمی که به سینه داره داغ جوان رشیده علی اکبر است. یا حسین بگم یه جمله، همون صاحب معال نقل میکند تو معال سبتنگ، ملا مهدی مازندران، یا با عبدالله بنای گفتن نداشتم، صدای گریه تو مجلس بلندم، شالله مرضی رضای شماست. ادهی آمدن از بادیم نزد رسول حق صلوات الله علیه و علی آله، یا رسول الله امر عجیب و خطیری رخ داده است، برای ما سوال است. آمدیم از شما که علم اولین و آخرین در سینه مبارکتون است، بپرسیم از شما که معادن علم الهین بپرسیم. فرمود بپرسید هرچه است، دست بردن یک کبد ناقه بیرون آورد. یا الله
جگر شطوری بیرون آوردن یا رسول الله، این شطور رو نهر کرده ایم، کبد او را بیرون آورده ایم، دو سوراخ روی کبده، یا الله گرفتی چی میخوام بگم، ای کبد سوراخ سوراخ است، یا رسول الله سبب چیست؟ فرمود این شطور فرزندی داشت از بچه ای داشت از گفتن آری یا رسول الله، فرمود بچه او را مقابل چشمانش کشته اید، گفتن آری، فرمودی اثر همان داغ است، بردارید و جلوتر نمیرم، یا الله نه در مقام علی اکبرش، نه او لحظه ای که صدا بلند شد ابتا علیک من السلام، نه هفت قدم مانده به بیکرش که از صدر زین آمد فرود، نه همو لحظه ای که خواست بره میدان، فنظر علیه السلام نظرتن آیسن من ورخت ورخت عینا، بلکه چشم اربابت سبک شد، نمیدونم چه معنا کند، از بگرب اکبر و دست پدر بوسید و رفت، همان جا جگر اربابتون پاره پاره شد، پرسید آقا دانستم علت جراحت سینه شمای داغ است، جراحتی که به پشت و کمر دارید چی؟ شام جمعه است یا امام زمان، برای شما میخوانم، فرمود این اثر داغ برادرم قمر بنی هاشم، یا ابا الفضل نیست صاحب همتی در نشتنگ، هم قدم عباس را بعد از حسین در وفاداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست، اشاره کنم فمشى لمصرع الحسن وطرفهم بين الخيام وبينه يتقسمون، اربابت حسين سوار بر مركب شد به سمت القم، یه نگام خیمگاه دار ای وای حسین، یه نگاه سمت القم، از آن طرف دور برادر گرفتن حقد و کین خالی میکنه، از این طرف خیمه ها در خطر است، دیگه نگهبانی ندارد، رسید کنار بدن مطهر، نشست روی زمین، مردم اولین جایی که کربلا تبل پیروزی کوبیدن، دل بچه ها لرزید، وقتی بود که علم قمر بنی هاشم به زمین افتاد، همو علمی که با دست به زمین افتاد است، نشست سید شد، نمیدانم سر چیست، علت چیست، حکمت چیست، و چگونه قمر بنی هاشم چند جمله‌ای با برادر سخن گفته است، عرض داشت برادر بدن منو به خیمه ها برمگرد، همین جا بمانم، ای که میگم علت و سر و حکمت، آخه نمیدانی عمود آهن چه کرده، ای امان وعده آب به بچه ها دادم، آخه ای و صاح الحسین این تفرون، فوالله انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمتت بي اعدا، کجا فرار میکنی؟ کمرم از داغ عباسم شکست، ای 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 ای
ما کی زدو میخواییم، ما در این دشت امو میخواییم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین. عجیب از جمله ابی عبدالله کنار بدن برادر، رحمک الله نصرتنی حیم و میتم، چه در زمان حیاتت چه بعد از شهادتت مرا نصرت میکنی. الله یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروب امام الزمان، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین. خدا به حرمت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه، خدا به عظمت و جلالت قمر الولای ساقی معرفت و الفضل العباس فرج منتقمشون رو برسون. قلب حضرتش از دست ما راضی خوشنود بگردان، بیرق بر افراشته حضرتش که تا قیام قیامت برباز. خدا بقیه غیبتش رو بر ما ببخش، بار لا هر که مقابل شعار سید الشهدا میستد قلبن زبانن، خدا هر که مقابل زیارت سید الشهدا میستد قلمن زبانن، حواله او رو به شمشیر قمر بنی هاشم بسوار. آقا جان شاهدین طور نفرین نکردم، ولی امر دشوار شده است، شیعیان در مرز دق کردنن از فراق کربلا. حال همه محبین گوش و کنار عالم پریشان کربلا، زیارت اربعین است به حرمت قمر بنی هاشم با والحوائج. موانع زیارت سید الشهدا هر که هست هرچه هست مرتفع بگردان. خدا مریض و مریض دار زیاد سفارش شده، کسانی که التماس دعا به ما باعث گفتن، الان از سائل با صافیت بپوش. درد درد مندان روا بگردان به خیر، حاجت حاجت مندان روا بگردان به خیر. خدا زنده و مرده ما رو کربلایی کن، مرگ و دفن ما رو کربلای ابی عبدالله قرار بده. فاتحه این سار همه اموات از شیعیان، گریه کنان ابی عبدالله، مرحمت کنید هر جای عالمین، هدیه محضر سلطان سریر ارتقام ابل حسن الرضا الذي هیج احزان یوم الطفوف امام الرؤوف بلند صلوات. زمین کربلا تاجی شکستم، جوانان یک به یک بردی ز دستم. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار است. زمین کربلا باهی لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا باه لبازی، عجب کردی و تو مهمان نوازی.